آقایی به نام علی جان جان که نمیدانم فامیلشون مستعار است یا درست است نامه ای نوشتند به انگلیسی البته ایشان در فرانسه زندگی می کنند و اینطور که میگویند از آشنایان ارغوان رضایی قهرمان تنیس هستند نوشتند برنامه شما را در مورد ارغوان دیدم و خیلی مسخره بود خیلی ممنون گفتن به این دلیل مسخره است که شما حوادث ایران را با ارغوان مقایسه کرده اید همینجا خدمتتون بگویم که شما مثل اینکه برنامه دیگری رو دیدید اساسا بسیاری از ما به مطالب گوش نمیدیم نگاه میکنیم ما چشممون بهتر از گوشمون کار میکنه با چشممون میبینیم اما گوش نمیکنیم من نمیدانم کجا ما این کار رو کردیم ایشان گفتند من خانواده رضایی رو میشناسم خانمی که شما در ویدیو نشان دادید مادر ارغوان نیست البته در این قسمت من مخصوصا ایشان رو نشان دیگه ندادم بعید میدانم که من چنین اشتباهی کرده باشم چون خانم رضایی رو مادر ارغوان رو در دو هیبت یکی در داخل ایران و یکی در خارج ایران من در برنامه های قبلی نشان داده بودم هیچ قصد توهین و چیزی هم نداشتم اونجا داشتن مسابقه ای تنیس ارغوان رو نگاه میکردن و اونجا در مجلس دیگری بودند که راکت به رئیس جمهور تقدیم کرده بودند اما اگر من چنین اشتباهی کردم جدا از خانم رضایی عذرخواهی میکنم و به خاطر همین هم دیگه اون ویدیو رو نشان نمیدم بعدا ایشان گفتند البته در نوشته بسیار پراکنده و با انگلیسی بسیار غلط که شما کی هستید که مسائل ایران را قضاوت می کنید علی آقا اولا که من مسائل ایران را قضاوت نکردم به خودم اما تازه مگه شما باید کسی باشید که راجع مملکت خودت صحبت کنیم ما ایرانی هستیم اجازه بدید که اجازه داشته باشیم که راجع مسائل مملکتمون گاهی صحبت بکنیم بعدا گفتند که شما نشسته اید در مقابل دوربینتان راست میکرد. من الان نشستم در مقابل دوربینم و راجع به کشوری که مطمئنا سالهاست نبودید حرف میزنید آقا این چه قضاوت هاییه چرا با توهم خودتون زندگی میکنید من پارسال ایران بودم اما اگر نبودم هم حتی اگر پونزده سالم نبودم هنوز میتوانم راجبه کشورم صحبت کنم قصد من از پاسخ دادن به این مفصلی واقعا همونجور که گفتم جواب دادن به این دوست مقیم فرانسه نیست که نوشتن من در فرانسه حوصله هم سر می و برعکس شما یعنی من هر سال به ایران می بفرمایید بلکه قصد من بررسی بیشتر همان بحثی است که در ابتدا کردم حق فرد و حق اجتماع ایشان نوشتند دولت و سیاست به من هیچ ربطی ندارد من کشورم را دوست دارم و مثل ارقوان در فرانسه خوشحال نیستم من از آنچه در انتخابات انجام شد راضی نیستم اما به سیاست خارجی کشورم افتخار می کنم ایران افغانستان و عراق نیست ایران تنها کشوری است که رو در روی امریکا ایستاده است البته بنده بدون داوری آقای علی آقا از همین چند کلمه میتونم نیت شما رو از نوشتن چنین نامه ای بفهمم اما شما یک جا میگید که من به سیاست و دولت کار ندارم یک جا میگید که به سیاست خارجی ایران افتخار میکنم تازه اینم مورد نظر من نیست برادر ایشان برای بار سوم میگویند من در فرانسه حوصله هم سر رفته من در فرانسه تحصیل کردم نمیتوانم فارسی خوبی بنویسم اما می توانم حرف بزنم بعد گفتند نمیتوانم صورتم را عمل کنم من صورت و نامی ایرانی دارم من همیشه در فرانسه خارجی هستم بعد میگویند که من در فرانسه ورزش کردم و یک روز قرار بود بروم روی سکوی قهرمانی اما چون فرانسوی نبودم قبولم نکردند من یک بچه بودم و برایم خیلی سخت بود بعد گفتند تنیس یک ورزش نجات پرستانه است شما نمیدانید که یعنی من نمیدانم که ارغوان برایش چقدر سخت بوده تا به اینجا رسیده شما نمیدانید که خانواده چه زجرها کشیدند بعد گفتن ارغوان به سیاست کاری ندارد و فقط کشورش را دوست دارد که اول ایران است در خاتمه گفتن من امیدوارم که شما موقعیت ما را بفهمید علی آقا من میخواستم برای اینکه تنها به قاضی نرفته باشم دوباره ویدیوهای مربوط به ارغوان را پخش کنم و قضاوت را به عهده اکثریت بینندگان برنامه هم قرار دهم اما نکته که شما گفتید فراتر از انتقاد از بنده و طرفداری از ارغوان است این همان نکته است که در ابتدای بحث بان اشاره کردم منافع فرد و منافع اجتماع ابتدا خدمتون بگم که از لحاظ ورزشی من ارقوان رضایی رو مهمترین چهره ورزشی ایرانی و اصل حال حاضر جهان میدانم. این که از لحاظ ورزشی من عاشق ضربه های پرقدرت بکند و فرهند ارقوان هستم اما علی آقا برخلاف اون چی که نوشتید شما با سیاست خیلی هم کار دارید و حقتان هست که کار داشته باشید اما به همان سیاستی که در ابتدای بحث گفتم سیاستی که توجهش به منافع فرد است نه منافع اجتماع برای همین هم خانم رضایی برای رئیس جمهور در اوج کارهای انتخاباتی راکت میبرند، هدیه میکنند و در فیلم تبلیغاتی ایشون حضور پیدا میکنن این حق هر کسی است که از کاندید خودش حمایت بکنه اما و بگه در اون مصاحبه که من به ایشان افتخار میکنم ببینم ما که تالا اصلا نه هیچ کاندیدی نه دفاع کردیم نه چیزی گفتیم فلان شما میگید که من به سیاست کار دارم بعد شما به سیاست کار ندارید من فکر نمی کنم رئیس جمهور ایشون رو مجبور کرده بود که یه همچی کلمه ای بگی خب گفتید بگید گفتم پشیمانید بگید پشیمانم چرا صغرا و کبرا میکنید که یک چیزی رو گم کنید